أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. طرف جناب آنخ ماهو مأمور بودم فرمان روا آمون‌هوتپ را مسموم کنم. این مطلب را با این روز در میان گذاشتم. ابتدا قبول نمی‌کرد، می‌ترسید، اما او را راضی کردم. قرار بود من در غذای فرمان روا زهر بریزم و این روز در شراب ایشان. من این کار را کردم، این کار را کردم، اما این روز نه. ترس او بر سر میز غذا نقشه ما را برهم زد. اگر این روز حرفی نمی زد همه چیز تمام شده بود. چه شد که پشیمان شدی و فرمان روا را از این توطئه با خبر کردی؟ چون شنیده بودم فرمان روایان مصر مقام نیمه خدایی دارند و خدایان را نمی توان کشت. آلی جان، می توان؟ آنها را به زندان عمومی ببرید. فقط مواظب باشید، بعداً آنها را به عنوان شاهد نیاز داریم. مواظب باش نامونشان ایناروس و آپوپیس افشا نشود. ممکن است جانشان در خطر بیفتند. بله علی جناب، با او چه کنیم؟ او را همچنان در انفرادی نگه دارید تا من در مورد او با فرمان روا صحبت کنم. یوزارسیف کجاست؟ میخواهم او را ببینم. یوزارسیف را صدا کنید. نه میخواهم او را از دور ببینم. بله علی جناب، با من بیاید.
همه زندانیان و زندانبانان او را دوست دارند. همه یوزار سیف را دوست دارند، اما او همه کس را دوست ندارد. همانقدر که محرومان و نیازمندان را محترم می‌شمارد، با زورمداران و ستمگران سر عناد و ستیز دارد. او همیشه یا در حال خدمتگذاری و مساعدت است و یا در حال موعظه و نصیحت. برای او آرزوها داشتم اما نگذاشتند. امروز کیمونی، یکی از کاهنان معبد آمون، به زندان زاویرا مراجعه کرده و نگهبانان که به دستور من آماده بودند او را دستگیر می‌کنند. وقتی با خبر شدم به زندان رفتم. آپوپیس اقرار کرد که به دستور آنخماهو تصمیم سوء قصد به جان فرمانروا را داشته و ایناروس را هم به اجبار با خودم راه برده است. من فکر می‌کنم چون زمان اقدام علیه معبد فرا رسیده. من تردید دارم که به سادگی از عهده معبد برآییم. ثروت عظیم معبد می تواند به سهولت لشکری عظیم را در برابر شما مهیا کند. من در این جنگ لااقل 10,000 کشته می بینم. جناب فرمان روا، پایگاه گسترده خدای آمون را در بین مردم نباید نادیده گرفت. پس چه؟ دست روی دست بگذاریم و در مقابل این خیانت بزرگ سکوت اختیار کنیم؟ باید منتظر فرصتی مناسب باشیم. فعلا کسی نباید از دستگیری و محل زندان کیمونی، ایناروس و آپوپیس باخبر باشد. آنها را به عنوان شاهد و مدرکی زنده نگه می‌داریم تا فرصتی مناسب. تعلل نکنید پدر، نباید به کاهنان فرصت تجهیز نیرو و آماده سازی داد. برای ارباب معابد نقشه هایی دارم که امیدوارم هرچه زودتر این فرصت پیش آید. پیشنهاد میکنم کاهنان را به اینجا دعوت کرده با زندانیان روبرو کنید. اگر در حضور آنان اقرار به رابطه با معبد کرد، میتوانید همینجا دستگیرشان کرده و روانه زندان کنید. همینجا گردن میزنید؟ چرا زندان؟ نه، من با کشتار موافق نیستم. دستگیری و زندان توطئه‌هایشان را خونسا می‌کند. قلب رعوف ولیعهد جوان ما هیچگاه نمی‌تواند با خونریزی محاکمه کند. اما چاره چیست؟ گاه صلاح ملک مجازات خطاکاران را ایجاد. من با نظر آمنهوتپ جوان موافقم. اگر در مواجهه با کاهنان آپوپیس اقرار کرد، دستمان برای هر گونه اقدامی باز است. از هرچه زودتر ترتیب این ملاقات و میهمانی را بدهید. چه شده؟ مطلب تازه‌ای هست؟ به من خبر رسیده که اوضاع یوزارسیف در زندان بسیار مرتب و بسامان است و خیلی به او خوش می‌گذرد. این را امروز خود به چشم دیدم. او چشم و چراغ زندانیان و یار و مددکار زندانبانان است. اما قرار بود او در زندان تنبیه و مجازات شود.
تو خیال کردی که یوزارسیف را به بند کشیده و تحقیر کرده ای؟ الان که خطاست، تو یوزارسیف را از دام خود نجات داده ای. او زندان زاویرا را به گلستان بدل کرده. او نه تنها قصر پوتیفار که زندان را نیز به خوبی میتواند اداره کند. من از اینکه یوزارسیف از دام تو خلاص شده خوشحالم. اتفاقی افتاده بانو؟ مادر، نقشه های ما شکست خوردیم. یوزارسیف هیچگاه تسلیم من نخواهد شد. اصلا مجازات نمی شود که برای خلاصی از آن بخواهد تسلیم شود. می بینم که خیلی زود شکست را پذیرفته اید. هنوز راه های زیادی برای تجربه کردن هست. وقتی مشاور من ابلهی چون تو باشد، نتیجه بهتر از این نخواهد بود. من هرچه می کنم برای جلب رضایت شماست. فقط می خواهم که آرزوی شما برآورده شود. بسیار خوب. ناراحت نشو. بگو چه چاره‌ای به ذهنت میرسد. نگذار به یوزارسیف خوش بگذرد. خواب راحت رو از او سلب کن. چگونه؟ رئیس زندان زاویرا را تطمیع کن تا بر او سخت بگیرد. فکر میکنی تسلیم شود؟ به هر حال باید راه‌های مختلف را تجربه کرد. هر کاری لازم باشد انجام خواهم داد. قصد من از حصر و زندان تسلیم یوزارسیف بود، نه تبعید. اصلا طاقت دوریش را ندارم. تا زندان گلستان است، یوزارسیف اطاعت نخواهد کرد. پس چرا خدایان برای خلاصی ما از این زندان هیچ اقدامی نمی کنند؟ پس این آمون به چه کار می آید؟ من آمون را مقصر نمی دارم. قصر شمایید که از سنگی بیروح و جسمی بیجان انتظار مساعدت دارید. این سنگایی که همکتون میشکنیم و در ابعاد و اندازهای مختلف شکل میدهیم با آمون چه تفاوتی دارد؟ آمون خود در منده و امور او را دیگران انجام میدهند. آنگاه شما انتظار دارید به داده شما هم برسد؟ پس ما به هنگام گرفتاری به که پناه ببریم؟ و از که یاری به طلبیم؟ بپرسید، تعقل کنید، خدایی را بیابید که نیازمند نباشد، قدرتمند و قوی باشد و از عهده رفع مشکل شما براید. کجا چنین خدایی را بیاریم؟ ما به جز آمون، را و ایزریس خدایی نمیشه بسیم. جستجو نیاز نیست، او همه جا هست. خدایی که شما میگویید اموال مردم را به ستم مصادره نمی کند، زنان زیبا را چون آمون به زور تصاحب نمی کند. کاهنان معبد خدایی که تو میگویی آیا به مردم سور نمیگوید؟ خدایی که من میگویم هیچ یک از این کارها رو نمی کند و با همه این کارها مخالف است.
او بسیار مهربان و رعوف است. که دامن کار دارم. چه شده؟ دوباره حواس شلاق کرده ای؟ مطلب مهم نیست. مهم؟ اگر مهم نباشد باید خود را آماده شلاق کنی. باشد، موافقم. بیا. آیا شما تا کنون سخنان یوزارسیف را شنیده اید؟ نه. ایرادی در سخنان او هست؟ سراسر عیب و ایراد است. او اصلا به آمون بزرگ و دیگر خدایان مصر معتقد نیست و آنها را تحقیر و تمسخر می کند. تو از کجا دانستی؟ از سخنان او. اصلا عبایی ندارد. آشکارا یکتا پرستی و ایمان به خدای نادیده را تبلیغ می کند. کافیست مخفیانه لحظاتی به سخنان او گوش دهید. گوش کن نینفر کپتا، یوزارسیف از نظر من انسان شریفی است و هیچ دغدغه جز یاری دیگر را ندارد و از زمانی که به زندان زاویر آمده هم اوضاع زندان و زندانیان بهتر شده و هم میزان شرارت ها و تخلفات کاهش یافته. ولی ایمان زندانیان را چه میگویید؟ من نگران ایمان آنها هستم. ایمان؟ نه، تو نگران قلدری و ریاست خود بر زندانیان هستی، نه ایمان آنها. اگر بار دیگر با یوزارسیف درگیر شوی و به او اهانت کنی به سختی مجازات خواهی شد. این بار را بخشیدم، اما نوبت بعد شلاق است. جناب کیدامن چه میخواستی بگویی؟ ها؟ از یوزارسیف بدگویی میکرد. قصد تحریک جناب کیدامن را داشت ولی جواب دندان شکنی شد.
شنیدم از من نزدیک دامن سعایت کرده ای. برای نابودی تو هر کاری میکنم. من تا کنون به تو بدی نکردم، فقط سعی کردم تو را از عمل خلاف بازدارم. چینه ای که تو در دل میپروری روح و قلبت را تاریک و سیاه خواهد نمود. من دوستی تو را میخواهم. دوستی؟ تا زنده هستم جز دشمنی از من نخواهی دید. دعا کن فرصتی به دست نیاورم. با این همه من ناامید نیستم. بانو زلیخا همسر عالی جناب پوتیکان قصد بازدید از زندان را دارند. جناب کیدامن. بگو. بانو زلیخا همسر جناب پوتیفار قصد بازدید از زندان را دارند. ایشان را راهنمایی کنید. بر بانو زلیخا. درود خدایان بر شما و دیگر زندانبانان. به زندانم مخروبه و فراموش شده زاویلا خوش آمدید. گمان نمی کنم با وجود یوزارسیف هنوز هم به توان زاویلا را زندانی فراموش شده و مخروبه نامید. او به هر کجا که قدم می گذارد آنجا را آباد می کند. بله بانو، باید اقرار کنم این حقیقتی انکارناپذیر است. یوزارسیف زندان ما را احیا نموده و اینک مورد احترام همه است. ولی یوزارسیف یک برده متمرد است. ما او را زندان کرده ایم که تنبیه شود و از ما اطاعت کند، نه اینکه در زاوی را خوش بگذراند و سروری کند. ولی بانو، زندان زندان است و زندانی همین که از آزادی محروم باشد برای او زجر کمی نیست. از آن گذشته این زندانیان در معدن سنگ مدام به کارهای طاقت فرسا وادار می شوند و این خود بزرگترین شکنجه است. ببینید جناب کیدامن، امروز بانو زلیخا به زاویرا آمدند تا به هر قیمتی که شده شکنجه و زجر یوزارسیف را از نزدیک ببینند. من نمیفهمم. مثلا چه شکنجه ای؟ شلاق. من میخواهم اون شلاق بخورد و من صدای ناله هایش رو بشنوم. اطاعت بانوی من، اطاعت. من مطیع اوامر شما هستم، نه هوادار و مدافع یوزارسیف. شما همینجا باشید، من از سایه باز میکردم. یوزارسیف.
بانو زلیخا به اینجا آمده و اصرار دارد شکنجه شدن تو را ببیند و تلاش من برای منصرف کردن او بی نتیجه بود. من در اختیار شما هستم. یوزار سیف را به ستون وسط زندان ببندید. میخواهند مرا شلاق بزنند. کمی تحمل داشته باشید. اینان چاره ای ندارند. نمیخواهم حرفی بشنوم. گفتم دست نگه دارید. دست نگه دارید. کافی است. کافی است. او را باز کن. مرا ببخشید. قصد زدن نداشتم، اما در حضور زلیخا چاره ای نبود. ممکن بود اون متوجه تصنعی بودن شکنجه شود. چاره ای نداشتم. مانعی نیست.
یوزاسف؟ تا شلاق زدن تو را دید ناگهان فریاد کشید بس کنید، دست نگه دارید، نمیخواهم بشنوم. زلیخا زن عجیبی است، نه خشم و غضبشون سنگ دلان است، نه مهر و عطوفتشون دل لادگان، نه کین توزیش معلوم است و نه مهر ورزیش. یعنی تو را به خاطر زلیخا مجازات کردند؟ تا کی میخوایی افسرده و غمگین زانوی غم در بغل بگیری؟ جز این چاره هم چیست؟ زخم صد شمشیر و نابک صد پیکان با دل من آن نکند که یک روز فراق میکند. نمیدانم با این دل بیقرار چه کنم. یک روز گفت یوزارسیف را در بند کن، کردم. همین دل میگوید آزادش کن، نمیتوانم. چرا یوزارسیف را زندانی کردم؟ چرا؟ چرا؟ در همه شهر پخش شد، همه می دانند که یوزارسیف در برابر زلیخا مقاومت کرده و دست به خیانت نزده است. گفت که به خاطر عدم اطاعت از فرمان ارباب زندانی شده، اما نگفت چه فرمانی. پس علت زندانی شدن او این است. آفرین بر این جوان پاک دامن. نمی دانم چرا هر روز که می گذرد علاقه هم رو بیشتر میشه. با خبرهایی که از شهر شنیدم او مورد توجه بسیاری از زیبارویان است، اما در برابر هیچ یک سر فرود نیامد. خدایان ترا حفظ کنن یوزارسیف. سپاسگزارم. خدایانی که خود نیاز به حفاظت دارن میتوانن کسی را حفظ کنن. کاهنان معبد به نام آمون هر ستمی که بخواهم می کنم و کسی جلودار آمون نیست. آمون از اعمال اینان بیخبر است. کیست که نداند کاهنان برای لذات خود زنان و دختران مردم را به زور به معبد می برند؟ آمون که احتیاج به همسر ندارد. بگذاریم، شما چرا زندانی شدی؟ برای نجات دخترم وارد خانه همسران آمون شدم. چند تن از کاهنان را مضروب کردم. آنها مرا دستگیر کردند و به اینجا آوردند.
سال هاست که زندانم. از همسر و فرزندانم خبری ندار. نگران نباش، دوستم میمی سابو را به سراغشان خواهم فرستاد تا در حد توان یاریشان کند. تلخ و شیرین زندگی و سختی های آن را چون سوهان بدان، با آن وجود خیش را سیغل داده شفاف و تابنده کن. مبادا سختی ها روح تو را سیاه و کدر کند. مبادا سختی ها دنیا را در نظرتان به دخمی تنگ و تاریک مبدل کند. چه بسا کسانی که در زندان نیستند اما اضطراب درون و پریشانی خاطر دنیا را در نظرشان بدتر از زندان کرده است. آرزوی خلاصی از زندان شیرین است و عدم خلاصی تلخ. آرزوهای دنیای بیرون نیز این چنین اند. آرزوها را هرچه دنبال کنید از شما می گریزند چون سایه، و اگر از آن روی بگردانید به دنبالتان خواهند آمد. با سری که از موم ساخته شده در آفتاب راه نروید، چرا که ذوب شده آن را از دست می دهید. با جسم خاکی و فانی به دنبال آرزوهای دور و دراز نروید. عمر به پایان می رسد، جسم فانی می شود، اما شما به آرزوهای خود نمی رسید. بهار را پاییز زرد در پی است. فر تخت نشینی را عاقبت تخت نشینی به دنبال است. پس بهتر نیست این زندان تنگ و تاریک را پر از نور و روشنایی ببینید؟ به چه دل خوشی؟ با کدام امید باید این همه شاد و سرخوش باشید؟ یار خوب انتخاب کنید. آن را که یار در کنار باشد از دریای غم کنار خواهد رفت. تو دیوانه ای؟ اینجا زندان است و ما در اون قبری، فقط دفن نشده ایم. جمعیتی مرده را تو مژده یار و خبر خوش بوس و کنار میدهی؟ گوش کنید عزیزان، یار هر کس چیزی است که میپرستد. آن را که یار مرده میپرستد جز مویه و قبر و تدفین نصیبی نخواهد داشت، و آن را که یار زنده میپرستد کنج زندان و باغ و بیابان برایش تفاوت نمی‌کند. لوزارسی، میتوانم بپرسم این همه شادی و سرخوشی تو از کدام یار پدید آمده؟ از آن یار زنده و حاضر که همیشه در کنار من است و در همه حال مراقب و مددکار من. یوزارسیف یاران مرده ای از سنگ و چوب را نمی پرستند. چه شد؟ او را یافتی؟ گویا قطره‌ای بوده بر زمین فرو رفته. همه جا را گشتم هیچ اثری از او به دست نیاوردم. اگر کیمونی را دستگیر کرده باشند کارمون زار است. آپوپیس و ایناروس کم بودن، کیمونی کاهنم اضافه شد. اگر یک تن از آنان سخن بگوید آمناتب یا همه ما را نابود خواهد کرد
یا دامنه اختیارات معبد را محدود خواهد کرد. به این سهولت هم نیست. آنها می دانند که اهانت به جناب آنخمهو و کاهنان معبد پیامدهای خطرناکی دارد. رستندگان آمون سکوت نخواهند کرد. من فکر می کنم آپوپیس و کیمونی یا دستگیر نشدند یا اگر شدند تا کنون سخنی نگفتند. اگر سخنی می گفتند قطعاً آمنهوتپ و پوتیفار اقدامی می کردند. ما نباید ناامید شویم. به جستجویتان ادامه دهید. اگر یافتید خبر کنید که ببینیم چه باید کرد. شما هم سربازان آمون را آماده نگه دارید که اگر مورد حمله قرار گرفتیم امکان دفاع داشته باشیم. شده مرد؟ چرا حیوان میگریزد؟ نمیدانم، هرچی کردم نتوانستم به او برسم. از کاروان گریخت و یک راست آمد به این سو. خستم کرد. اهل کنعانی؟ آری. تو از کجا میدانی؟ از لباسهایت شبیه به کنعانیان است. با آنان زندگی کردم. آهای تو اینجا چه میکنی؟ مگر نمیدانی اینجا منطقه ممنوع است؟ تقصیر از من نیست. شترم به این سو گریخ. من نیز ناگزیر به دنبال او آمدم. هرچه زودتر اینجا را ترک کن. او از اهالی زادگاه من است. اگر اجازه دهید قدری با او صحبت کنم. مانعی ندارم. فقط بگو زودتر برم. گفتی اهل کنعانی؟ آری. تو کیستی؟ اینجا چه میکنی؟ داستانش طولانی است. آیا بزرگ مردم کنعان را میشناسی؟ آری، یعقوب نبی، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. شنیدم او را 12 شاخه پربار و بر است. بود، ولی یک شاخه از او را بریدم. از حال یعقوب نبی
خبر داری؟ شنیدم به غم هجران مبتلا شده، بیت لحظانی ساخته و از همه کناره گرفته و به زاری در غم آن شاخه بریده روزگار می‌گذراند. تو چرا گریه می‌کنی؟ بکن آن نزدان پیر دل سوخته، اگر رفتی بگو از یک جوان مهجور زندانی برای او پیام دار. بگو زندانی گفت هرگاه درد هجران و سوز فراق تو را به نهایت رسید، به دست تضرب درگاه حضرت دوست برداشتی، در حق فرزندان دور از پدر و غریب نیز دعا کن. تو کیستی؟ از نام و نشان خود نگفتی؟ معذورم بدار، اذن گفتن ندارم. بیا این هم شطرت، دیگر از تو نمی‌پرسم. عجیب است، چقدر در پی او دویدم. اصلا عجیب نیست، در این هستی هر موجودی در پی ماموریتی روان است و به سوی هدفی می رود. یعنی این شطور مخصوصاً مرا به اینجا کشانده؟ کاروانیان منتظر من است. خدا نگهدار. خدا نگهدار. به بزرگ کنعانیان بگو به جای آن شاخه بریده خدا را بنشان و صبر پیشه کن، دعا کن که او را زودتر بیابی. خدا نگهدار. اینا روز، اینا روز.
بیدار شو ایناروس. ایناروس بیدار شو ایناروس. ایناروس خواب می دیدی؟ آری خواب عجیبی بود. تو چرا بیداری؟ من نیز خواب می دیدم. وقتی از خواب برخواستم متوجه تو شدم. اگر بیرون از زندان بودیم به سراغ معبران و جادوگران معبد می رفتیم. نه اما نمی دانم اینجا کسی تعبیر می داند یا نه. یوزارسیف؟ آری اکنون دیر وقت است. صبح. صبح. اگر یوزارسیف فردا به معدن رفت چه؟ به خاطر تلاش زندانیان در نظافت زندان کیدامن فردا را استراحت داده است. بس من میخوابم. زمان اعلام رسالت تو فرا رسیده است. از این پس به امر پروردگار تو وظیفه هدایت و تبلیغ زندانیان و مردم مصر را به یکتا پرستی بر عهده داری. بیشک در این راه خداوند یار و مددکار تو خواهد. خداوند تو را برای خود برگزیده است و به تو علم تأویل خواب ارزانی داشته و نعمتهایش را بر تو و خاندان یعقوب تمام خواهد کرد، همان گونه که بر پدرانت اسحاق و ابراهیم اتمام نعمت کرده و به آنان جایگاه امامت و ولایت عنایت فرموده. من و ایناروس دیشب خوابهای عجیبی دیدیم. تو میتوانی تعبیر کنی؟ چه خواب دیده اید؟ تعریف کنید ببینم. من در خواب دیدم آب سه خوشه انگور را در پیمانه‌ای فشرده و به دست فرمان روا دادم. فرمان روایی خوفناک بود. خواب خوبی نیست. خواب خوبی نیست. خب تو چه خواب دیدی؟ من خواب دیدم سبدی از نان و غذا. سبدی از نان و غذا بر سر دارم و پرندگان فرود آمده از سبد نان و غذا برداشته به بالا می روند. آره به بالا می روند. اگر تعبیری که از خواب شما کردم به زیانتان بود میپذیرید؟ میپذیریم که نمیشود. هرچه شما گفتید ما بپذیریم.
معلوم است که شما در حقیقت کلام من تردید دارید. من به شما حق میدهم، برای آنکه بدانید من تعبیر خواب میدانم و یقین بیابید که آنچه میگویم بی تردید تحقق مییابد. ابتدا شما را نشانه ای آشکار خواهم کرد، آنگاه تعبیر خوابتان را خواهم گفت. مثلا چه نشانه ای؟ مثلا میخواهید بگویم امروز برای من چه غذایی میآورند؟ ببینم یوزارسی، تو با علم سحر و جادو آشنایی؟ حاشا که من از طریق سحر و جادو علم تعویل آموخته باشم. روح من مؤید است به تأییدات آسمانی و ملهم است به الهامات ربانی. این از علومی است که پروردگارم به من آموخته. منظور تو از پروردگار آمون خدای بزرگی مصر که نیست؟ مگر سنگ بیجان هم علم تعویل و حقیقت رویا می داند؟ من ملت کفر را ترک کردم و از قومی که به خداوند یکتا ایمان ندارد و به روز واپس این کافر هست اطاعت و پیروی نمی کند. غذای امروز ماهی بریان و نان گندم است با چند عدد خرما. یوزارسی، اینجا زندان است نه مهمانسرا. زندانیان چنین غذایی را حتی در خوابم نمی‌بینند. چنین غذایی را فقط اشراف در عشرتگاه‌ها با شراب می‌خورند، نه زندانیان زاغیرا. به راستی غذایی که تو گفتی می آورند؟ غذا را آوردن، به صف شوید. غذای امروز چیست؟ اگر بگویم باور نمی کنم. ماهی بریان، نان گندم و خرما. تو از کجا فهمیدی؟ این غذا را همین الان آوردند. درست است، همان گونه که یوزارسیف گفت، غذا ماهی است. این غذا در زندان چه می کنند؟ این غذا را به سفارش بانو زلیخا آورده. پس اینطور این کار زلیخا است. گفتم در زندان زاویرا که چنین چیزایی پیدا نمی شود. ظاهراً بانو زلیخا برای دلجویی و ترحم به زندانیان دستور تهیه این غذا را داده است. برای ترحم و دلجویی به همه زندانیان یا فقط یک زندانی؟ حالا دیگر در تعبیر خواب یوزارسیف نمیتوانیم تردید کنیم. بیشک هرچه تو بگویی همان خواهد شد. یوزارسیف، تو که نزد ما بودی، چطور فهمیدی غذای امروز ما چیست؟ آنچه را که من میدانم از جانب پروردگارم به من تعلیم شده، از نزد خود نمیگویم. تو از کدام خدا سخن میگویی؟ پیرو کدام آیینی؟ من از دین آبا و اجداد خود تبعیت می کنم، دین ابراهیم و اسحاق و یعقوب. تو از فرزندان ابراهیم هستی؟ همان که خدای یگانه را پیروی می کرد؟ همان که به مخالفت با خدایان متعدد شما قیام کرد
همان که با کفر و شرک و اله پرستی و پرستش تندیس ها مبارزه کرد. هزاران سال است که اجداد ما اله میپرستند و در برابر تندیس ها سجده میکنند، مگر پرستش آنها چه عیبی دارد؟ مجسمه هایی که چون موم در دست سنگ تراش نرمند و سنگ تراش به اراده آن را در هم خواهد شکست، پرستیدنی تر هستند. یا خدای غالبی که مغلوب نمیگردد و سنگ و سنگ تراش مغرور قدرت او هستند. چون این خدایی واقعا پرستیدنی و دوست داشتنی است. اما از کجا بدانیم که چون این خدایی وجود دارد و دارای چون این قدرتی است؟ از آنجا که مرا برای هدایت شما فرستاد و علم تعبیل و خبر از عالم غیب را به من آموخت، آیا شما را از روزی امروزتان با خبر نکردم؟ با همین یک پیشگویی ما خدایان خود را رها کرده خدای تو را پرستش کنیم؟ به شما گفتم که علم من از نزد پروردگار عالمیان است، نه از نزد خود. اکنون مطلبی را به شما میگویم که تا کنون نگفتم. پس از پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب، من یکی از فرستادگان خداوند یگانه هستم. و شما را به پیروی از دین جدم ابراهیم و پرستش خدای یگانه فرا می‌خوانم. به راستی تو یکی از فرستادگان خداوندی؟ حلقه ای از سلسله انبیای الهی که برای هدایت بشر مبعوث شدند. پیش از من آدم و نوح و ابراهیم و اسحاق و یعقوب بودند و پس از من پیامبران دیگری خواهند. و آخرین پیامبر از سلسله انبیای ابراهیمی به نام ستوده خاتم پیامبران خواهد بود. یک پیامبر در زندان؟ زندان ملک خداست و من فرستاده خدا و شما هم بندگان او. زندان بیرون زندان چه تفاوتی دارد؟ از تعبیر خواب ما چه می شود؟ مشکل شما را فراموش نکردم، نگران نباشید. منتها تعبیل خواب شما مشروط به ایمان است. ایمان به خداوندی که مرا تعبیل خواب آمد. ایمان می آوریم به آنچه تو میگویی. ایمان می آوریم حرفی نیست، اما ما که هنوز خدای تو را نمی شناسیم. آیا آنچه را که اکنون می پرستید می شناسید؟ آیا میدانید که معبودهای شما سنگهای بی جان و بی اراده و ناتوان هستند؟ میدانید که برای پرستش این اصنام هیچ حجت و برهانی ندارید؟ حالان که معبود من خالق کل مخلوقات است و موجد کل موجودات، مالک بی شریک و بی بدیل. خب آپوپیس، بینروس، پاسختن چیست؟